دیدید اصلا این سریال جدید مهران مدیری رو؟ من 4-5 قسمت اولش رو دیدم روی یوتیوب. بازج علی یه قسمت شد دیدم یه کمی خونک بود. من اگه اشکال ندارم با اولش با یه خود چیز شما همه نقد و اینجا قبول ندارم. من نقد یه موقعی هست که شما یک اطلاعاتی راجع به یه موضوع دارید، کارشناس موضوع هستید، میرید راجع به مثلا حالا اون موضوع بررسی میکنید، تحقیق میکنید، میاد نظرتون رو میگید، میگید اشکال کار اینجاست، راهکارش اینه. نقد حالا توی کار پزشکی باید کسی باشه که با این کار آشنا باشه. این طنز هست، طنز به نظر من. بحث اینه که راجع به هر کس باید طنز بتونیم بنویسیم، اونم جدا، ولی خب به نظر من این نقد به طور خاصه نیست. نظر من شخصی میده، یعنی اینکه چون مهران مدیری خودش پزشک نیست، مهران مدیری خودش پزشک نیست و به طور واضح توی نویس این چند قسمتی که من دیدم توی نوشتن فیلم نامش از پزشک استفاده نکرده، از حتی کسی که با این علم آشنا بوده استفاده نکرده، کارش نقد نیست به شخصه. مثلا میگم شما اگه میرید پیش پزشک با درد شکم میرید میگید مثلا برید نوار قلب بنویسه براتون، برای کسی که پزشک نیست شاید یه خورده غیر طبیعی باشه، ولی برای کسی که یک ذره با پزشکی آشنا باشه یا حتی یه بار مشکل قلبی براش پیش اومده باشه کاملا طبیعیه براش، چون یکی از علائم سکته قلبی ممکنه درد شکمی باشه، چیز ساده است. حالا من نمیدونم این موضوع توی سریال اومده بود یا نیومده بود، ولی یکی از دوستان پزشکم که من توی ایران باش در ارتباط هستم میگفت که توی اورژانس مریض با درد شکم اومده، بعد بهش گفته که باید بری نوار قلب بنویسی، بعد تیکه بهش انداخته که شما مثل اون پزشک توی درهاشی هستی. خب وقتی که آشنایی نباشه، وقتی این طنز جای نقد رو بگیره، یه خورده این مسئله قاطی میشه. طنز جای خودشو داره. به نظر من خیلی مخالف این ساختن طنز راجع به پزشکا نیستم، ولی منظورم اینه که این خط بین طنز و نقد یه خورده باید واضح باشه. خب علی، من دقیقاً با طنز اصلا هیچ مخالفتی ندارم. من به عنوان پزشک خودم اگه به دید طنز به این سریال نگاه کردم هیچ جاش به هم بر نخورد. یه آدمی از این طرف میز نگاه کرده، قسمتی رو که به نظرش با طنز سازگار میومده یه کمی اگزاجره کرده، همونجور که هر کسی میکنه و همه جای دنیا هم این کار انجام میشه، باید طنز درست کرد. چیز برخورنده ای نداشت طنزش به نظر من. حالا اگه بخواد بیاد معیار بشه این که آره خب نگاه کنی اینه مشکل جامعه پزشکی ما، دقیقا به نظر من صلاحیت این کار رو نداشت. خب به هر حال به عنوان یه طنز پرداز تو ممکنه بگی هیچ طنز پردازی جز این که مثلا این کارو بکنن دوباره هم بکنن سخت، بیشتر از اینم طنز برنده تری هم بسازن هیچ مشکلی وجود نداره. باید من با طنزش اصلا مشکلی ندارم. میگم به من به شخصه به عنوان پزشک اصلا بر نخورده. ایسه فکر میکنم این که این همه سرصدایی که کردن بیشتر از اون چیزی بوده که این شاید اصلا ارزشی که بهش داده شده به خاطر واکنش های خیلی شدید تر از حد لزومی بوده که این داشته این سریال. حالا میخوام ببینم اصلا شما به هر حال در ایران هم پزشک بودید، اینجا هم پزشک هستید، میپذیرید که ما در چند سال اخیر دست کم در مثلا 7-8 سال 10 سال اخیر به هر حال دوچار یه گرفتاری هم در حوزه پزشکی شدیم؟ یعنی به هر حال یک کارهای نالازمی هم انجام میشه که اینجا شما وقتی باش برخورد میکنید این کارها رو انجام نمیدید. من فکر میکنم من 10 ساله که ایران نبودم، حالا در این 10 سال باز دوباره بیشتر تغییر ایجاد شده به کدوم طرف پزشکی دقیقا شخصا شاهدش نبودم، اما میتونم بگم که اینجا بیشتر با پزشکی مطابق با متن درست کتاب پیش میرن و راحت تر میشه این کار کرد. خیلی جاهاش هم قبلا
با هم دیگه صحبت خودمون داشتیم، گفتم خیلی بختم اینجوریه که متاسفانه خیلی از پرکتیس‌های غلطی که توی ایران میشه خواست مشتری‌ها شده یه جورایی، مثلا پرکتیس غلط شده پرکتیس درست، یعنی تبابت غلط شده تبابت درست، یعنی خواست بعضی مردم که آگاهی لازم ندارن راجع به تبابت درست هم بوده و بعضی وقتا سوق داده خیلی کسایی که نتونستن مقاومت کنن در برابر خواست مریضاشون، که چه میدونم مثلا ساده ترینش مثل تجویز آنتیبیوتیک، اینجا خیلی راحت تر میتونی مریض رو متقاعد کنی، شاید چون سطح آگاهی عمومی بیشتره که مریضی ویروسیه آنتیبیوتیک هیچ کاری براش نمی کنه، لازم نیست بخوره. ولی خب اینجا ما داریم نمونه هایی که نگاه کنه، اینجا هم داریم نمونه هایی که میاد میگه که باید حتما به من آنتیبیوتیک، من اومدم بخاطر هیچی، نه شما اومدی بخاطر که بگی هیچی نیست، شما این بیماری داری که آنتیبیوتیک روش کار نمی کنه. اینجا هم داریم اینجوری، ولی تو ایران واقعا شما از آمپول پنیسیلین کمتر امکان نداره از اتاقت برم. یه مشکلی که هست اینو پزشکام ازان دارم، من با دوستای پزشکام کمشون بحث میکنم، اینه ارتباط مالی مستقیم بین پزشک و بیمار توی ایران هست. یعنی چی دقیقا؟ یعنی که پزشک درآمدش رو از جیب بیمار میگیره، از با هر مراجعه بیمار میگیره. این باعث میشه که مریض توی ایران حق انتخاب پزشکش خیلی بالاست، یعنی مریض از این پزشک عمومی میاد میره پزشک عمومی بعدی، میره پزشک عمومی بعدی، میره متخصص، میره این متخصص، میره اون متخصص، و یه جوری حالت ماجرا حالت مغازه پیدا میکنه. خب خیلی دست پزشکا نیست این موضوع، بیشتر این ماجرا دست مریض هاست، که شما پزشکی که به حرف مریض گوش میکنه درآمدش بیشتر، تا یه حدی میشه در برابر این مقاومت. خب اینو کی باید حل بکنه به نظر شما؟ پزشک که مثلا متخصص باید بگه اگه یک بیماری میاد با یک مشکلی که به هر حال باید از یه جایی سیستم باید عوض شه، سیستم بیمه در ایران اصلا خب نه، من میگم که ممکنه بخشی از مشکلات عمومی در ایران با پزشکا این باشه که خود پزشکا میپذیرن، یعنی مثلا یه متخصص مثلا گوش و حلق و بینی ممکنه بپذیره یک بیماری رو که اصولا مشکلش با یک پزشک عمومی حل میشه، یا اگه قرار حل بشه توسط متخصص بعد ارجاع داده بشه از یه پزشک عمومی. بله، یعنی ممکنه مثلا چون تو ایران وجود نداره خیلی از مشکلات از همینجا ناشی میشه، چون ما اینجا سیستم ارجاع داریم و باید برای اینکه متخصص ببینی حتما باید از طریق پزشک عمومی ارجاع بشه و این جا افتاده. و خیلی هم جالبه که تنها دلیلی که شما نامه ارجاع لازم داری از یه پزشک خانواده اینجا به پزشک متخصص اینه که اونا بتونن اون قسمتی از اون بیمه دولتی رو که پس میگیرن بتونن بگیرن، ولی انقدر جا افتاده است این موضوع که اگه حتی کسی بیمه خصوصی نداشت، بیمه دولتی نداشته باشه، هم پزشک متخصص نمیبینش، میگه برو اول پزشک خانوادت ببیند، اگه لازم شد میخوام ببینم این آیات نباید در ایران خود پزشکا به هر حال به عنوان یک بخشی از خدماتی که به جامعه میدن پزشک متخصص بگه نمیبینم، یعنی یک بیماری رو قبل از این که پزشک عمومی نشه درآمد پزشک متخصص از اینه، اگه بگه نمیبینم به صد نفر بگه نمیبینم آخر ما میبینه هیچی توی جیبش نیست دیگه. ببین شما اگه اینو بذاری به عهده فرد میشه وجدان فردی طرف، خب بالاخره مثل چه دیگه پزشکا از تو جامعه میان بیرون، همونجوری که تو جامعه همه جور آدمی هست بین پزشکا هم همینجوری. میدونی من حرفم اینه که ممکنه این بخشی از موضوع طنز که به هر حال جامعه نسبت بهش واکنش نشون داده، به طور عمومی میگن اون حرفی که میزنه حتی اگر بدم داره میزنه ولی یه بخشی از واقعیته، یکیش اینه که به هر حال حوزه پزشکی قبل از اینکه حوزه پزشکی بشه در ایران تبدیل شده به حوزه مالی. موضوعش فقط مالی نیست، موضوع
عدم امنیت شغلی هست. نمیتونی پزشک وقتی که حس کنه نمیدونه مشکل چی هست، باید مشکلی یه جوری حل بکنه. که شما وقتی مریض میاد یه مشکلی داره، مثلا میگم بیماری ویروسی داره، بهش میگی خب شما بیماری ویروسی داری، میگه راضی نیست با این چیزی که بهش دادی، و شما تو میبینی که مثلا دو بار به مریض گفتی این حرفو، دفعه سوم دیگه پیش شما نمیاد، میره مطب بعدی، یه کاری میخوای بکنی مریض برگرده. حالا به دلیل اینکه تو خودت هم کارتونیست هستی، بذار راجع به این بخش داستان حرف بزنیم. حالا یه ذره کارتونای تو رو می‌بینیم، این در حال کار کردن هم هستی. به نظرت تو تقریبا با همه شوخی می‌کنی توی کارتونایی که می‌کشی، بالاخره یه جایی مثلا از تصویر اون کسی رو، اون سوژت رو تغییرش میدی، یه جایی رو بزرگتر می‌کنی، یه جایی کوچیک‌تر می‌کنی. یعنی تو دقیقاً همون کاریو می‌کنی که یک طنز پرداز در تلویزیون ممکنه یه بخشی از یک موضوع رو بزرگتر بکنه برای اینکه بیشتر دیده بشه. آیا قبول داری که در طنز پردازی هم هیچ محدودیتی وجود نداشته باشه؟ هیچ کس هم اون طرف مسئول نباشه، یعنی هم از اینکه پزشک باشه یا مثلا مؤمن باشه یا معلم باشه، هر کسی، همه میتونه، سیاستمدار باشه، همه میتونه. من شخصا معتقدم توی هنر کلا هیچ محدوده ای نباید وجود داشته باشه، هیچ محدوده ای از زندگی عمومی جامعه نباید از هنر مسئول باشه، حالا چه میخواد طنز باشه چه هنر جدی باشه. بنابراین پزشکا، اعتراض پزشکا در ایران الان اعتراض به حقی نیست؟ به طور خاص نه، ولی من درک میکنم چرا. بخاطر اینکه یک سری مسائلی پشت پرده این اعتراضات هست که شاید همه خبر نداشته باشن. عادی نیست این جریان به نظر میرسه، یک جریانی پشتش هست. حالا حداقل میگم به نظر میرسه و دید پزشکا توی ایران اینه، و این مقداری از اعتراضا به این سریال بخاطر اینکه فکر میکنن این قسمتی از یک ماجرای بزرگتر هست، حوادثی پشت پرده هست داره اتفاق میفته. من حتی از دوستان اینو شنیدم که حتی از یکی از نماینده های مجلس نقل قول شده که حقوق پزشکا توی این جامعه باید شکسته بشه. حس میکنن یه اتفاق دیگه ای هست. حالا برگردیم به همون سال اولی شما که تنس. بذار اول تو این فاصله برای که حرف زدیم بریم یه ذره کارتون های تو رو ببینیم، بعد دوباره برمیگردیم حرف میزنیم. ما الان این کارهای تو رو که دیدیم تقریبا با همه شوخی کردی، حالا بعضی قیافه هاشون چیز دیگه، کاملا فرق میکنه با اون چیزی که ما میشناسیم و به هر حال یه دلیلی داره براش. میخوام ببینم آیا فکر میکنی در جامعه، مثلا در جامعه امروز، آیا چیزی در حوزه مثلا کارتون و طنز و اینا به عنوان حرمت وجود داره؟ من
گفتم من هیچ محدودیتی برای هنر قائل نیستم هیچ وقت. هنرمند رو باید تشخیص بده کجا دست میذاره، کجا چقدر فرو میکنه انگوشت. ولی کلن جامعه ما پذیرش طنزش پایینه. دو تا مثال شخصی باید میذارم. یکی از طنزنویسای خوب ما خیلی ممتاز است. من این اول که شروع کردم کار تقریبا توی فیسبوک کارامو میذاشتم و اینا، کاریکاتورش رو کشیدم گذاشتم توی صفحهش، تک کردم، بعد منو بنگ کرد، عکسو برداشت و منو بنگ کرد. این آدمی هست که بوده 30 سال داره با همه شوخی میکنه، همه رو به طنز کشیده از بالا تا پایین توی مجلات مختلف، ولی تحمل کاریکاتور چهرهش رو نداشت. حالا نمیدونم دیگه از بقیه اجتماع چه. یعنی ما همین مشکل رو با خود کسانی هم که طنز پردازی میکنن داریم. ببین کسی که کارش اینه داره با همه شوخی میکنه، خب بعد وقتی که میگه شما به من اجازه بده من با همه شوخی بکنم، وقتی اجازه نداری با خودش شوخی بکنی، خب خیلی قابل درک نیست دیگه. علی تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم که تحمل طنزپذیری ما کلن پایین تره. حالا دلایلش چیه؟ شاید به خاطر همین درست و غلط های زیادی که تو جامعه ما تلقین شده، این درسته، این کار غلطه، حرمت هایی که باید حتما رعایت بشه، یه جورایی از شخص و خانوادهمون هم شروع میشه یا نفوذ پیدا میکنه، حالا برای هر کسی تا یه حدی، ولی وقتی کل جامعه پذیرش نداره اشخاص هم همین جوری هم به طب دیگه. حالا به بعضی ها بیشتر راجبش فکر کردن، کمتر درگیر درست و غلط هم، کمتر درگیر معیار و حد و حرمت هم. ولی فکر میکنم هنوز که هنوز اکثریت جامعه همون اینجوری هست. ببین ما یه چیزی به هر حال از قدیم تو جامعه همون بوده که پزشکا محرم آدم ها بودن، خانواده ها بودن، حتی رازدارشون بودن، مردم میرفتن باشون مشکلات غیر پزشکی رو هم حرف میزدن، یعنی حل و فصل مشکلات خانوادگی. یعنی ما نمونه شو اینو دیدیم که میگن پزشکا هنوز ننشستی، نسخه رو دادن دسته. من قبول دارم اینا، من حتی پزشکای قدیمی خیلی سابقه دارم که مثلا اساتید رو بودن، هیچ وقت ندیدم که اخلاق درستی داشته باشن با پزشکا با مریضا، مگر اینکه شخصا خوش اخلاق بوده باشن، نه توضیح میدن نه درست رهبر پرسی میکنن. میدونید اون سیستمی که میشینن پشت میز تو اون وری همیشه یه حالت بزرگتر بودن القا میشه به مریض، و جدا بودن، در صورتی که اینجا اومده نه هم یک طرف میز میشن، شما میشن همونجا همون وقت میز. اینا خیلی چیزای ساده ایه ولی خیلی مهمه. من هر تک به تک مریضا رو یکی یکی میرم به اسم بیرون صدا میکنم میارم، زنگ نمیزنم منشی بگه که شما برو تو، سلام چته، خودم معرفی میکنم، اسمشون مثلا حالشون میپرسم، راه رفتنشون اینا. بعد اینا خودشون در تشخیص هم خیلیشون مهمه، راه رفتنشون نگاه میکنه، حالشون نگاه میکنه، در همون 5 ثانیه 10 ثانیه که وارد اتاق میشه کل اطلاعات مریض بهت میده تا میاد تو، تا میشینه، تا صحبت شروع میکنه، از احوال پرسی و اسپرسیدن و معرفی کردن و خود تو دست دادنش یه عالمه اطلاعات رو میتونی از مریض بگیر. و اینا نمیدونم چرا واقعا تهران جا نیفتاده. خب بذار دوباره بریم یه چند تا از تصویرهای کارتونهای تو رو ببینیم، باز اون وقت برمیگردیم. Thank you.
آخرین سوال من اینه که اگر در الان این سریال مهران مدیری با همه موافقین و مخالفینش به هر حال تعطیل شد، شما اگر ایران بودی طرف پزشکا رو می‌گرفتی یا طرف طنزپردازا رو می‌گرفتی؟ من طبق حالا چیزایی که ارتباطاتی که تو ایران دارم پزشکا یک دست نیستن توی مورد، خیلی هم مخالف این بودن که هیچگونه واکنشی نشون داده بشه. من شخصا مخالف بودم که همچین واکنشی نشون داده بشه. یعنی طرف پزشک، طرف طنزپردازا رو می‌گرفتی؟ حالا طرف طنز پردازنه، چون هم طنزش خیلی ضعیفه، هم به نظر من خوب انتقاد نیست، بیشتر هزل تا طنز. ولی واکنش این طرفدار اینه که هیچ واکنشی نسبت به این سریال نشون داده نشه، یعنی اجازه ترجیح میده پخش بشه. من فکر کنم یه مقداری از برداشتنش ضعف سریال هم بوده، چون خیلی چیز نیست. نگاه کردم پنج قسمتش رو چیز جالبی برای من نداشته باشد، یه مقدار ضعفش هم بوده، ولی خب به هر حال حالا فشار هم بوده. به نظر من که هیچ واکنشی نشون داده نمیشد، شاید موضوع راحت تر حل فرض میشد. علی؟ منم کاملا موافقم بارش، من هیچ مخالفت رو پخشش نداشتم. البته به هر حال اونجا هم زندگی نمی کنیم، نمیدونم، شاید فشارها این مدلی بود که نظرم فرق میکرد اگه اونجا زندگی میکردم، ولی با تجربه‌ای که از کار کردم اونجا داشتم و چیزی که الان دارم میبینم، چیز خیلی دلیل خاصی نمیزنه که قطع کنن. طنز ضعیفی بود راجبه یه قشری، راجبه هر قشری میسازن، راجبه خودش من فاخ مشکل خاصی و از نظر من نداشت. ولی حالا همینجور که آرش میگه اونجا باشه با اون فشارهای جدید، شاید زمانش درست نبود. از وقتا اگه اینو مثلا دو سال پیش نشون میدن، شاید این همه واکنش انجام نمیشون، چون الان با این ارتقا سلامت و سختگیری های خیلی خاص نسبت به اینکه چقدر بیمارا رو پول بگیرن ازشون برای حساب درمان های مختلف و این گونه سختگیری ها، زندانی کردن چند تا پزشک سال های سال برای چند ده اتفاق نیفتاده بوده، شاید اگه در این موقعیت زمانی خاص نبود این همه واکنش بهش ایجاد نمیشد. اما خب من که این برنشستم و اون فشار رو نیست، فقط به عنوان یک آدم بی‌طرف، تنها نقطه مشترکم پزشک بودنه، چیز خاصی درش نمیشه.